سلام تماشو بینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 11 مای تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. الفت خانم مامشویوه را به زندان زنانه نورک بردند. آدمگری کجا شد؟ بازداشت پدر و پسر برای لطکوب مایوبه که در را جوچکه میفروخت. نرخ سفر حج 2023 اعلان شد 59000 سومانی. در گذشت داروساز معروف تاجک پروفسور یوسف نورعلیف. بازداشت راننده تاکسی برای تحقیر یک زن با الفاظ قبیح و اشاره های غیر اخلاقی. هشدار از افغان‌باد روز 12 می در تاجکستان باز خاکبارش می شود. و اکنون تفصیلات خبرها. الفت خانم مامچایوه ژورنالیست و فعال جامعه شهروندی را که ماه مای سال 2022 بازداشت و در پایان سال گذشته با جرم تشکیل اعتراضها در ولایت مختار کوهستان بدخشان به 20 سال زندان محکوم شد، به زندان نورک، یگانه زندان زنانه تاجیکستان انتقال دادند. الفت خانم مامچایوه تا کنون قریب یک سال باز در بازداشتگاه موقتی نگاه داشته می شد. درباره انتقال مامچایوه به زندان زنانه نورک روز 11 مای سال 2023 رادیوی آزادی با تکیه به سند خبر داد که دسترسش شده است و در آن گفته می شود که انتقال مامچایوه از بازداشتگاه به محبس به دلیل اعتبار قانونی پیدا کردن حکمش صورت گرفته است. یک منبع آزادی که به دلیل امنیتی از بردن نامش خودداری کرده است گفته است الفت خانم مامچایوه از حکمش شکایت نبرد. او را روز شنبه 6 مای به محبس نورک انتقال دادند. تا آن وقت پیوندان چند دفعه با او ملاقات کردند. از سلامتیش شکایت نداشت. برای بازبینی حکم نیز عریضه ننوشته بود. سبب از حکم طولانیش شکایت نکردن مامچایوه دقیق نیست، ولی قبلا منابع آگاه از حال بدخشانی های حبس و محکوم شده گفته بودند که آنها امید و باوری به عدالت دادگاه ها را از دست دادند و شکایت به بردن به دادگاه های بالاتر کار بیهوده می شمارند. الفت خانم مامچایوه 18 مای سال 2022 در منزلش در شهر دوشنبه و اتفاقا در روز دستگیر کرده شد که مقامات با استفاده از نیروهای ویژه و سلاح اعتراضها در شهرک ومر مرکز نویه روشان را در این ولایت مختار سرکوب کردند. بنا به اعتراف مقامات در جریان سرکوب اعتراضها در ولایت مختار کوهستان بدخشان در عموم بیش از 30 نفر کشته شدند. اکثر آنها ماز در ومر به هلاکت رسیدند. ماه دکمبر سال 2022 دادگاه عالی تاجیکستان الفت خانم مامچایوه را به 20 سال زندان محکوم کرد. شفر سابق او ژنرال خولباش خولباشف به حبس ابد محکوم شد. الفت خانم مامچایوه رهبر سازمان انصاف و ناموس و استاد سابق دانشگاه سلاویانی که 66 سال دارد روز 17 مای سال 2022 یک روز قبل از باز داشتش هر نوع دست داشتن خود در تشکیل اعتراض ها را رد کرده بود. چند سازمان بین المللی از جمله کمیته امریکایی دفاع از ژورنالیستان رهایی الفت خانم مامچایوه و دیگر ژورنالیستان و بلاگرهای پامیری را طلب کردند. به باوری حامیان حقوق اتهام ضد مامچایوه گفته بوده در اصل مقامات تاجیکستان این عضو فعال جامعه شهروندی را برای فعالیت ژورنالیستیش و مبارزش برای حقوق انسان از جمله برای حمایتش از حقوق اقلیت‌های پامیری تحت تعقیب قرار دادند. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 11 مای سال 2023 خبر داد که از جانب کارمندان میلیتای پایتخت در اساس نوار در شبکه‌های اجتماعی نشر گردیده راننده ماشین تمغه مرسدس رقم‌های قید دولتیش 00200WL01 شهروند رسولوف کمولدین عبدالجباروویچ سال تولدش 1978 ساکن شهر دوشنبه کوچه یکدود دستگیر و به مقامات میلیتیا دسترس کرده شد. روز دوم مای کانال پرویز تیوی ثبت را از ویدیو کامراهای نظارتی نشر کرد که در آن دیده می شد که یک جوان مایوب که در رو به ماشین های راگذر جوچک می فروخت کسی از درون یک ماشین گرانبه های تمغه مرسدس در رو بوشست کشد و این مایوب را زد. جوان مایوب از قهر با دستش به تنه ماشین مرسدس یک بار زد. از داخل ماشین جوان را دشنو می دیند و او با پایهای لنگانش از پس ماشین دوید. ماشین من کرد و از داخل ماشین یک نفر فرامده جوان مایوب را
زیر مشت گرفت. مؤلف نوار به پرویستوی نوشت که این معیوب مثل دیگران طلبندگی نمی کند، بلکه با مهنت حلال می خواهد زندگیش رو پیش برد. او با نکویش از رفتار راننده و مسافر مرسدس می نویسد این کار مگر از روی مردیست؟ شاید معیوب هم یگان گناه داشته باشد، ولی نباید با مشت می زد. بیایید حد اقل به معیوبان زیان نرسانیم، فایده ممکن نمی رسد. التماس، شخصان بای و بدولت همه آدمان را نو و بسته از که بودنشان حرمت کنید. همه ما آدم هستیم. اما ملیس دوشنبه در اطلاعیش واژه لتوکوب را در داخل نوخونه گرفته نوشت است که پسر نابالغ راننده مرسدس گوی آن معیوب را از ماشین فرامده از نزد واسطه نقلیات دور ساخته است. در اطلاعی ملیس دوشنبه چونین گفته می شود، ضمن سنجش معین گردید که حادثه مذکور صحنه دوم ماه سال جاری تقریبا ساعت 17:30 دقیقه در کوچه یکتوت رخ داده است. چنانی از نوار در شبکه های اجتماعی نشر گردیده و پرسش شاهدان حادثه آشکار گردید، ضمن اداره واسطه نقلیات در کوچه مذکور پسر نابالغ رسولوف کمالدین در ماشین را کشود است که در نتیجه به جوان زایره معیوب که در روی ماشینگرد به فروش شیرینی مشغول بود برخورده است. همزمان پس از ایراد گرفتن جبر دیده، پسر نابالغ شهروند رسولوف کمالدین از ماشین فرامده او را از نزد واسطه نقلیات دور ساخته است. ملیسیا گفت وابسته به حالت مذکور از جانب کارمندان ملیسیا مواد ضروری ترتیب داده شده با مقصد اندیشیدن چاره های دخلدار قانونی به دادگاه ارسال کرده شد. اما برخی نوشتند که می ترسند با چنین تغییر تصویر حادثه فردا دادگاه همون جوان معیوب را گناهگار نبرورد که خودش را به در مرسدس زده به صاحب این ماشین گرانبها ضرر جدی مولوی رسانیده است. کمیته دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم نزد حکومت جمهوری تاجیکستان روز 11 ماه سال 2023 خبر داد که ارزش خدمت رسانی ها در موسم حج 2023 در موافقه با خدمات ضد انحصاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان 59,000 سومانی معین کرده شد. با قرب رسمی امروزه این 5,400 دلار امریکایی را تشکیل می دهد. کمیته دین گفت نرخ سفر حج نسبت به موسم حج سال گذشته 1520 سومانی یا تقریبا 140 دلار ارزان تر می باشد. در اطلاعیه که در سومانه کمیته دین و در صحیفه نشریه رسمی مجله دین و جامعه در شبکه های اجتماعی نشر شد گفته می شود که مبلغ مذکور همه خراجات اولیه زائران در موسم حج از جمله بلیت رفت و برگشت، میمون خانه در مکه و مدینه، تامین 3 وقت خوراک در دوام سفر، خدمت رسانی راه بلدان، تامین شرایط اقامت در مینا، مزدلفه و عرفات، پرداخت مبلغ قربانی حاجیان، تامین نقلیات برای انتقال حاجیان در مسیر جده مکه مینا عرفات، مزدلف مینا مکه مدینه، تشکیل نقطه های طبی در مکه و مدینه، سغورته، پرداخت باج دولتی، تامین حاجیان با کتاب دایر به حج و بیج کارو در بر میگیرد. سفر برنامه‌ای حاجیان تاجیکستان از 9 ایون تا 20 ایون توسط فرودگاه شهرهای دوشنبه و خوجند ادامه میکند. حج یکی از فرضهای دینی اسلام بوده، حداقل یک بار زیارت حج برای هر مسلمانی که قدرت و تواناییش از جمله قابلیت مولویش را دارد فرض می باشد. هر سال از تاجیکستان بیش از 6,000 نفر به سفر حج می روند. این به استثنای هزاران نفر است که هر سال برای ادای حج عمره یا حج خرد به مکه و مدینه می روند. در کمیته دین گفتند که عربستان سعودی امسال برای تاجیکستان برای سفر حج بیش از 7,000 کوتا جدا کرده است. تماشابینان عزیز، یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. عالم شناخته داروساز تاجیک پروفسور یوسف نورعلیف صبح 11 ماه سال 2023 در سن 87 از عالم چشم پوشید. در این باره در فیسبوک حیدرشاه اکبر خبر داد. حیدرشاه اکبر پروفسور نورعلیف را عالم و دانشمند بزرگ و یگانه در رشته فارماکولوژی نامیده نوشت. دکتر علم طب، پروفسور، عضو اکادمی بین المللی مهندسی روسیه، عضو اکادمی علمی طبی جمهوری اسلامی ایران، پروفسور افتخاری جمهوری خلقی چین، حکیم هندوستان، اینها عنوانهای بودند که این مرد بزرگ و لقمان
حکیم توجکان سوی بودند و بان خوکسوری طبیعیشان جای هم اظهار نمی کردند. علمی که شورت و شخصیت شنوخته جهانی را سوی بودند و اندیشه و نظرهایشان مورد ضرورت سخت طبی امروزه را هم داشتند. ژورنالیست عادل ناظر نیز در مطلب با نام مرگ چونین خواجه نکارست خورد. در فیسبوک نوشت که یوسف نورعلیف نه فقط دانشمند علم طب بلکه فیلسوف هم بود. یوسف نورعلیف 5 اکتبر سال 1936 در دهه نلوند نویای درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان به دنیا آمده، سال 1961 رشته طبابت دانشکده طبی تاجیکستان را ختم کرده است. یوسف نورعلیف بعد ختم دانشگاه قریب 6 سال به تحقیقات علمی اساساً در رشته داروسازی فارماکولوژی مشغول شده، معرفان اثرهای به زوال چون اسرار مومیو، گیاهوی شفابخش تاجیکستان، طب زمان سینو، رساله های طبی ابن سینو، 102 رسپت ابن سینو، شیوه طبابت ابن سینو، طبیب اوستایی می باشد. یوسف نورعلیف با استفاده از گیاهوی شفابخش تاجیکستان بیش از 10 نوع داروار اختراع کرده است، از جمله سینالون، سینوبت، گرانیول، یونیبت، گیپاتولا و غیره، که برای طبابت گیپاتیت، دیابت قند، اتیوسکلروز و بیماری های راه های پیشاب و تلخه استفاده می شدند. کمیته ولایت های فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به پیشبینی هواشناسان هشدار داد که بر اثر تغییر باد و هوا روز 12 می سال 2023 در نویه های جنوب و مرکز ولایت ختلان، نواحی منطقه کولوب، نویه های توبه جمهوری و دوشنبه طوفان گرد و غبار در نظر داشته شده است. این خاک بارش از نواحی جنوب و غربی امسایه به قلمرو کشور ما وارد می شود. در همین ارتباط کمیته ولایت های فوق‌العاده خواست که در این روز خاک بارش به کسانی که از بیماری های دل و رگ رنج می کشند و یا گرفتار کسل های قند می باشند دقت دهند. طوفان گرد و غبار یا خاک بارش، این چند اصطلاح همین یک مفهوم را افاده می کنند. به ولسه گفته می شود که باد شدید میلیون ها تن گرد و خاک را به یک مسافه دور انتقال می دهد. این حادثه معمولا در فصل گرم سال بیشتر اتفاق می افتد. رانندگان و دوزداران سیاهی و گردشگران باید در این گونه روزهای پرچنگ صورت حرکت در راه ها را رعایت کنند. تکنیکای بی‌خطری حرکت در راه های کوهی و نزد کوهی رعایت نمایند. رویای فاصله بین ماشین‌ها خیلی مهم است، چون که احتمال ریزش سنگ از کوه‌ها نیز زیاد است. بهتر آب تازه نوشید تا حد امکان تریزه‌های خانه‌تان را پوشید. همیشه و پیوسته هوای داخل خانه را پاک و تازه نگه دارید. دختران در این گونه روزها پوشیدن هر گونه عینک‌های ارتباطی را اجازت نمی‌دهند. معیار داروهای استعمالی را در این روزها کاهش ندهید. همیشه با خود اینگالیاتور داشته باشید. اگر طلبات به اینگالیاتورها از 4 یا 6 مرتبه در یک روز زیاد شود، حتما به دکتر مراجعه نمایید. در حال پیش آمدن حالت فوق‌العاده به رقم 112 زنگ زنید. ریاست وزارت کارهای داخله در شهر دوشنبه روز 2 می سال 2023 خبر داد که در اساس مراجعه یک شهروند از جانب کارمندان میلیسیا، راننده افتماشین تمغه خونده سلیارس رقمهای قید دولتیش 958-05 شهروند روزقوف قدردین سال تولدش 1999 استقامت کننده شهر دوشنبه محله خوبران بازداشت کرده شد. اخیراً یک زن در شبکه‌های اجتماعی از رفتار یک راننده تاکسی شکایت کرده و گفت که این راننده او را با الفاظ قبیح دشنام داده تحقیر کرده است. ضمن سنجش معین گردید که نام برده همچون راننده مسافرکشان در شرکت سفر اوریان فعالیت نموده، صحنه 9 می تقریبا ساعت 09:45 دقیقه در کوچه میرزابیک هنگام به فعالیت مسافرکشانی مشغول گردیدن به یک راننده زن مانع ایجاد نموده، همزمان با الفاظ قبیح و اشاره های غیر اخلاقی شان و شرف او را پس زده است. وابسته به حالت مذکور از جانب کارمندان میلیسیا نسبت به راننده روزقوف قدردین با مقصد اندیشیدن چاره های دخلدار قانونی موادهای ضروری ترتیب داده به دادگاه ارسال کرده شدند. گفته می شود در اصطلاح میلیسیا دوشنبه در این باره تفصیلات بیشتر نداده است، ولی معمولا چنین قضیه ها بر اساس ماده 460 کدکس حقوق بیان‌کنی ماموری تاجیکستان با اتهام می دوباشی جمع و بست کرده می شوند. بر اساس این بند قانون بر راننده تاکسی برای می دوباشی جریمه و یا تا 15 شبانه روز حبس ماموری تهدید می کند.
مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 11 مای سال 2023 از آشکار شدن چند مورد قلابی به مبلغ قریب 1.5 میلیون سومانی خبر داد. از جمله به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوای فردوسی با عریضه مرد 39 ساله ساکن نوای مذکور مراجعه نموده است که ماه نویبر سال 2020 مرد 37 ساله ساکن پایتخت با روی فریب به باوریش در آمده برای تجارت از او 750 هزار سومانی گرفته وعده داده است که در مدت کوتاه برمیگرداند، اما تا حال مبلغ گرفتش را برنگردانیده است. اینچنین هنگام گذراندن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 32 ساله ساکن شهر دوشنبه که پیش با ماده 247 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سو شده است همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت قلابی دستگیر کرده شد. نام برده به آن گمانبر می شود که ماه فوریه سال 2021 در نزد بیمارخانه قریه بولو با روی فریب به باوری مرد 56 ساله و برادرش مرد 53 ساله ساکن نوای واسه در آمده از آنها 238 هزار سومانی گرفته وعده داده است که از محله خاوران شهر دوشنبه به آنها 6.5 سوتخ زمین نزد یولگی جدا کرده میگید، اما نام برده مبلغوی گرفتش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. همزمان نام برده تکرارن ماه مای سال 2022 با روی فریب به باوری مرد 55 ساله ساکن نوای لخش در آمده از او 136 هزار سومانی گرفته وعده داده است که برای وزش یک عدد افتماشین تمغه لکسوس 350 را آورده میدید، اما تا حال افتماشین مذکور را نداده مبلغوی به دست آوردهش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت به زن 40 ساله ساکن شهر بوستان نیز آغاز کرده شده است. او به آن گمانبر می شود که ماه آگوست سال 2020 با روی فریب به باوری مرد 30 ساله ساکن شهر خوجند در آمده از او 285 هزار سومانی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. همین طریق نام برده ماه مای سال 2022 با روی فریب به باوری مرد 28 ساله ساکن شهر خوجند در آمده از او 120 هزار سومانی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. این سه دستگیر شده برای شرع این اتهامات دسترس نیستند. وزارت کارهای داخله گفت اوید بین حادثه ها تفتیش شد ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید. www.bomdod.com خوش باشید.